فهیم نعیمی، همکارم از افغانستان اینترنشنال اینجا همراه من هست در استودیو تا جزئیات خبرهای مربوط به افغانستان رو با او دنبال کنیم. اول بریم سراغ حمله راکتی اگه موافق باشی، جزئیاتش چی میدونیم ازش؟ بله، بر اساس گزارش‌های که امروز به دست ما رسیده، فرودگاه کابل از منطقه شمالی کابل که خیرخانه نام داره مورد هدف قرار گرفته حملات راکتی، و تا هنوز معلوم نیست چه تعداد افراد در این حملات آسیب دیدن، ولی گفته میشه که حدوداً 5 راکت توسط سیستم دفاعی موشکی که در فرودگاه کابل نصب شده دفع شده، و تعداد از این راکت ها هم در 4 طرف فرودگاه کابل اصابت کرده. با توجه به شلوغ بودن فرودگاه این روزها برای تخلیه افراد و برای انتقال افراد، تأثیری هم داشته این حملات؟ از طرف آمریکا اعلان شده که عملیات تخلیه مثل گذشته ادامه پیدا میکنه و قرار است که در کمتر از 48 ساعت تمام نیروهای نظامی که در فرودگاه کابل قرار دارن فرودگاه را تخلیه بکنن. و همچنین در چند روز گذشته ما بارها شنیدیم که هشدار داده شد از تهدیداتی که وجود داره، ولی با وجود این تهدیدات عملیات تخلیه همچنان ادامه داره. گفتی از تهدیدات، خب در یکی دو روز گذشته مدام هشدار دادن، قبل از اتفاق اول و انفجار اول خاطر هم هستش که هشدار داده بودن که یک عملیات تروریستی قریب الوقوع قرار اتفاق بیفته. طالبان تا الان چه واکنشی داشته به این اتفاقا؟ خب واکنش طالبایی است که کوشش میکنن که آمریکا و نیروهای نظامی که در داخل فرودگاه کابل هستن اونا را در این رابطه بگن که شما نمیتونین امنیت منطقه را تامین بکنین، در حالی که واقعیتی است که گزارش هایی که میرسه و واقعیت این حملات ای است که برنامه ریزیش بیرون از فرودگاه است طبعاً، و در مناطقی است که مسئولیت امنیتیش به عهده طالباست و اونا باید امنیت جلوگیری بکنن از این حملات، ولی دیده میشه که طالب هم نتانستن تانوس جلوی همچه عملات را بالای فرودگاه کابل بگیرن. خودشون به این مسئله اعتراف کردن، چون چند وقت پیش صحبت بر این بود که طالبان کمک خواسته از ترکیه و ترکیه گفته که ما برای اینکه بخوایم آرامش رو برقرار بکنیم حاضریم کمک بکنیم. آیا چنین چیزی رو به این شکل علنی عنوان کردن؟ گفتگوهای میان طالبان و ترکیه انجام شده و گزارش هایی که ما داریم نشان میده که طالب ها تنها کمک در بخش تکنیکی خواستن، نه در بخش امنیتی. در ساحه امنیتی طالبان گفتن که ما خود ما امنیت فرودگاه کابل را تامین میکنیم، در آینده اگر کمک هم وجود داشته باشه باید در زمینه کمک های تکنیکی باشه که از لحاظ تکنیکی همکاری بکنن تا اینکه فرودگاه دوباره فعال شوه. خیلی کوتاه فرصت داریم، خیلی کم از پنجشیرم یه در واقع آپدیت به ما میدین. خب در رابطه با پنجشیر گزارش های اخیر ای است که اینترنت قطع شده و کوشش میشه از طرف طالب ها که فشار بیشتر وارد شود برای کسانی که در پنجشیر اعلان کردن که در برابر طالب ها ایستاده میشن، و این نشان میده که اوضاع رو به وخامت میره و دیده شده که در آینده چه اتفاق خواهد افتاد. ممنونم از توضیحاتت فهیم. فهیم نعیمی همکارم از افغانستان اینترنشنال.